برشتر. من نمیخورم دایی، هرش گردانید. هرچی بهت میگم گوش کن، این تنها سند آزادیه. چه دیگه شده؟ بدلشون قصد آخر من میام ماریانش میترم. میگم قضیه شوخی جدی شده. مثلا میگی میخوام کیمیا و خانواده شده عوض کنم، نمیگی مثلا مهری خانم و بچه هاش. مثلا قضیه جدی هست. هنوز که فعلا جواب ندادن. خب این مهمونی برای همینه دیگه. میگم مگه یه موقع جواب رد بدن چی؟ چه دلیلی داره این کار بکنه؟ چه میدونم، مثلا بگه میخوام ادامه تحصیل بدم. آی دکتر، آی دکتر ببخشید من یه صحبت کوتاه می‌خواستم. لطفا ببخشید، معذرت می‌خوام، حق با شماست. این توی درگیری این بلا رو سر خودش آورده. فقط الان اگه پلیس بیاد، ساواک بیاد، ما نمی‌دونیم چی باید بگیم، چیکار باید بکنیم. امکانش هست شما یه کمکی به ما بکنید؟ تا قبل از اومدن پلیس ترخیصشو می‌نویسن. تو هم سریع لباساشو تنش کن، از اینجا جمع شید. با این میخواست منو بکشه. تو بودی چی کار میکردی؟ ناز و نوازشش میکردی؟ ممنون از محبتت به من. خواهش میکنه، تا رو آتویلت نره. خدافز ایمان. بله. تنها میمونه؟ نه، به بابک گفتم شب بیاد پیشش بمونه. وقتی میومدین کسی ندیدتون؟ والا تو اونجایی که من میدونم نه. قراره بری خرم شهر. بعدش یه ماشین تحویلت میدم، میری اونجا تحویلش میدی و خیلی زود برمیگردی پیش خانوادت. چرا اون ماشین رو باید ببرم خرم شهر؟ چون تمام دار و ندارم تو اون ماشینه. مدارک، اسناد، تمام پولم، تمام خاطراتی که با خانوادم داشتم. فردا ماشین تحویلت میدم، پس فرداش تو خرم شهر یه نفر بیاد ماشین ازت تحویل میگیره، در ازاش زنگ میزنی به بیژن. اون موقع دیگه باید پیش فروغ باشه. بهشون تأکید میکنی که یه چند روز خودشون گم و گور کنن. قطعا مامورای امنیتی دنبالشون میان. کی میخواد فرارش بده؟ از اولم که گفتم که خب پای شهرام وسط. شهرام داره کمک میکنه. شهرام این وسط دلسوزه کیه؟ شهرام دلسوزه کسی نیست. اون داره یه کاری برای من انجام میده. منم ما به ازش باید برایش یه کاری انجام بدم. زیر دنش. همین راحتی. خوب نقطه ضعفاتو پیدا کرد. مری، چرا شامتو نخوردی؟ من میدونم تو نگران من هستی، بهتم حق میدم، ولی باور کن منم میدونم دارم چی کار میکنم. مری، من هر کاری برای بیژن میکنم به خاطر محبتایی که فروغ در حقم کرده. تو که میدونی فروغ از بچگی پشت پناه من بوده، همه کس هم بوده. آقا سلام، به زحمت افتادین به خدا. پیمان اینایی رو که بده میگه درسته؟ ظاهرا که اینطوره. پس این مستاجر ما برای ما درد سر درست کرد. شما نگران نباش، ما نمیذاریم درد سر بشه. شما فقط کلید رو به من بده. آقا این فردا ببینید، این به من برگشت گفت من ویزیتورم، کارای بازرگانی دارم، نمیدونم من فلان و فلان. من الان با آقا من شما نگران نباش، نگران چیزی نباش. من به مردم چه جوابی بدم؟ ما میخوام جلوی دردسر گرفته بشه. آقا من خواستم فقط کلید رو بده، نگران نباش. این کلید ولی شما نگران نباش، ما درستش میکنیم. هر وقت هم لازم شد ما به شما میگیم چیکار کنیم. مشکلی برام پیش نه خدا بریم بابا. سلام آقای پارسا. سلام نرگس خانم. میشه کیمیا رو صدا کنی؟ چرا خودتون تشریف نمیارید؟ خیلی ممنون، من همینجا وای میسم. خواهش میکنم، میگم بیاد.
سلام بابا جون. سلام بابا. خسته نباشین. اون چی خرید کردین؟ دیگه گفتم این چند روزی که نیستم مجبور نباشین برین خرید. خیلی ممنون. کیمیا؟ بله. بیا بابا. اون صبح تا از اتاق نمیاد بیرون. نه خیر. کیمیا، فرش. من ساکه من از اتاق بردی بیا. من بیارم بابا جون، نمیخواین خودتون. دست در نکنم. راستی یادم رفت، نرگس دمه در. برو تعارفش کن بیاد تو. خیلی ممنون. چشم. سلام. سلام کیمیا. خوبی؟ بیا تو؟ نه میخوام برم، کار دارم. چرا؟ بابا چقدر مهربون شده. مهربونه بابا، اون خیلی عوض شده. بیا تو. کیمیا یه کاری میخوام برام انجام بده، هیچ کس نباید خبردار بشه. باشه، چه کاری؟ آره بله. سلام. باشه، تا یه ساعت دیگه میام. کی میام بابا؟ بله. دیگه سفارش نمیکنم. هوای مامانتون داشته باشی. منم رستم زنگ میزنم. خداحافظ. بابا جون. چهو؟ همینجوری میخواییم بریم؟ چطور؟ از مامان نمیخواییم خداحافظی کنیم؟ مری؟ مهری؟ مهری خداحافظ. بابا جون. موقعیت پدرم و تلاشش برای نجات جون بیژن اونو بدل به یه تومه کرده بود. تومه‌ای که یه سری کفتار گرسنه رو هر روز به ما نزدیکتر می‌کرد. کفتارایی که خودشون جرأت نزدیک شدن به تومه رو ندارن. منتظر میمونن وقتی گرگا تومه رو از پا در آوردن و از خوردنش سیر شدن، اون وقت تازه میرن سراغ شکار. کاش خیلی زودتر متوجه نشونه هایی می شدیم که ما رو احاطه کرده بود. خیلی زودتر. الو. سلام آقا پیمان. سلام کیمیا خانم. خب خب مطمئنی؟
اینجا دیگه کجاست شهرام؟ بعضی شبا به اجبار بیام اینجا. اینجا؟ ببینم از بیژن چه خبر؟ حالش بهتره. قرار امروز عصر انتقالش بدن زندان. زندان؟ زندان واسه چی؟ اونا انتقالش میدن زندان، ولی ما از تو رو فراریش میدیم. آها بیا یه شماره است. از تو مخابرات کنار جاده بهش زنگ بزن خودت شخصا آزادیشو تبریک بگو. خیلی ممنون. این خرج سفرت، اینم کروکی محل تحویل و اطلاعاتی که نیاز داری. اینم تمام زندگی و دار و ندار من، یه سری اسناد و مدارک، آلبوم خانوادگی، طلاهایی که محبوب یادش رفته ببره، و این هم همون پولایی که از فروش خونه به دست آوردم که خودت زحمتش کشیدی. این همون هاست که اومدی خونه من و جلو زن بچه‌ام آبرون بردی، درسته؟ من که ازت عذرخواهی کردم فرخ. به چشت اعتماد نکن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اینو کارم بهم میگه. خب حالا چرا اینا رو نشون من میدی؟ برای اینکه وقتی تو جاده داری میدی به مقصدت فکر کنی، به چیز دیگه فکر نکنی، فقط به مقصدت. چیزی میخوای باید بیارم؟ ها رو حرکت کرد همین الان. نه نه، وقتی رسید به مقصد ما هم حرکت میکنیم. خداحافظ.
میمی خانم چی شد؟ چرا نیومد؟ ممکنه یارو برسه. نه فکر نمی کنم به این زودی ها بیاد. اگه حدس آقا پیمان درست باشه که نباید فلان بیاد. چه حدسی؟ هم دیگه هم که این آقای داره بابای من تعقیب میکنه. آخه بابای من الان رفت سفر. یعنی ممکنه این یارو دنبال بابات رفته باشه؟ نمیدونم. بقیه بچه ها کجا؟ بقیه چی کار دارین؟ آقا پیمان گفت هیچ کس نباید چیزی بفهمه. ببین کیمیا خانم، خودت حواست به همه چی باشه. فرشید خونه تنهاست. قول دادم زود برگردم. تفلک نمیتونه از جاش تکون بخوره. باشه شما ببین، من حواسم هست، نگران نباشید. سلام بابا. برگشتی؟ شما این ماشین از کجا آوردی؟ مامانت قصه‌شو میدونه. ای بابا جون، گرمند مامانو که درستش نکردی؟ پاکی آدم رفت بابا جون، یادش بخیر. نه چند سال پیش اینا از خرمشهر برش خریدم، میدم همونجا هم درستش کنم. بابا حال مامانو چطوره؟ همونطوریه دیگه، از اتاقش که بیرون نمید، فقط یه قرص خورد، گفت سرم درد میکنه خوابید دوباره. همین ناراحتیش به خاطر این سفری که من برم میرم. بابا جون خب حق داره مامان، منم خیلی نگرانم، نمیشه نرین این سفر رو. بابا جون به جون خودت نمیتونم، من باید برم این سفر، باید تا تهش برم. چی؟ همین آقای، این آقای دو سرسی داره شما رو تعقیب میکنه. همه شمال شماست. مطمئنی؟ آره بابا، آقا پیمون همه همسایه. آقا 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 بابا آقا ببخشید. بله بفرم. باز میخوام شما با من کاری داریم؟ من؟ بله. من چی کار میتونم با شما داشته باشم؟ فکر میکنم اشتباه گرفتی. چرا همش دنبال منی؟ دیروز، امروز، الان. خب من فکر میکنم که شما دارید اشتباه میکنم. نه نه اشتباه نمیکنن. بیه که هر از گاه یه جوهای سر بسونم بپرسم شغلتون چیه؟ اجازه بفرمایید من مرخص شم. همه شما نه خب بفرمایید در خدمت باشیم. ببریم با
الو سلام قربان، دنبالشم. برگشت خونه؟ بله. نه نه نه، من نمیدونم چه قصدی داره. بله قربان. ببین بله، شما مطمئن باشید که من مراقبش هستم. بله قربان، بله قربان، اطاعت میشه. فقط میخواستم خدمتتون عرض کنم، یه چیز دیگه میخواستم بگم خدمتتون قربان. شما فقط گوش کنید ببینید من چی میخوام خدمت شما بگم. من گزارش رو دادم خدمتتون، این دخترش رو میخوام عرض بکنم خدمتتون، جو عضو یکی از این گروه های خرابکار مذهبیه، به من مشکوک شده الان. بله بله چشم، اطاعت میشه. بله میدونم کارم تموم شده. چشم قربان، چشم. الو قطع میکنی تلفنو، قطع میکنی. مری، خود هر کاری کردم دلم نیومد بدون خداحافظی ازت جدا شم. از یه ساعت پیش که این ماشین تحویل گرفتم یه دلشوره بدی اومد سراغم، یاد تولد کیمیا افتادم. یاد تو وقتی رفته بودیم سفر، تو درد زایمانت گرفت، منم دلشوره گرفتم، دست و پامو گم کرده بودم، اصلا نمیدونستم دارم چه غلطی میکنم، نمیتونستم رانندگی بکنم. تو یه ساعت تو راه بیمارستان بند تلم پاره شده بود، اما تو به اون حال بدت بهم رویه میدادی، بهم امیدواری میدادی. یادم بهم گفتی به خدا توکل کن. حالا اومدم همون حرفا رو بشنوم. چی میخوای بشنوی؟ هرچی بگی آماده که شنیدنشو دارم. به جون همین کامرانم اگه بگی نرو نمیرم، میرم ماشین شهرامو پس میدم و بیژنم دستگیر میکنم، میبرم زندان تحویل میدم. اصلا به من چه اتفاقی براش میافته؟ من اینقدر خودخواهم؟ من هم نگرانم، نگران تو، نگران بچه‌ام، نگران زندگی. من هم دلش رو دارم فرق. مری اینجوری حرف میزنیم هم دلشوره هم بیشتر میشه. اگه معنی حرف دینه که نرم این سفر، باش نمیرم، فقط میخوام از زبان خودت بشنوم. Thank you.
اصلا دل دماغش ندارم. باشه، هم مالیش گردن من، تو فقط دعا کن. میدونی که دعات همیشه به من آرامش میده. پس دست باشه نمونی میری. خودت میدونی که من همیشه خیلی دوست داشتم. مواظب خودت بچه هم باش. چی به تو چی فقط بخم خودتو دوست نکن، برو حواست به رانندگیت باشه. تو نریا فرخ. کیمیا بیم چه بایزه دمه در چه کیمیا بیا کامران بیدار شد مامان بیا تو دیگه رفته؟ بله گفتم الو پیداتون میکنه. نه نگران نباشین، خدا رو شکر من ندید. خدا رو شکر. بیا چی شد؟ بیا اینجا بای نسیم. بیا چی شد آبه ایمان؟ حتما درست بود، این آدم فقط به خاطر پدر شما اومده ساکن این خونه شده. اینجا از کجا فهمیدید؟ کلی مدارک و عکس توی خونش پیدا کرد. عکس؟ بله. مدارک چی؟ از مدارک دم به خانوادتون، همه شما مادرتون. خانواده ما؟ بله. سلام. خب حالا ما چه خبر؟ چه اینجا ایستادی؟ نمیدونم از آب پیمان بپرس. ما حالا چیکار کنیم؟ پس من برم مامانم بگم. باشه. نگران شما؟ نه 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 آخه بیم من الان رفت سفر این آقای رفت دنبالش. باشه من بهش بگم. آروم باشه. چشم من برمید که خونه همون زود بیا یا باید بریم خونه ما. نه شما هرچی بریم فرشید اونجاست دیگه. باشه الان یه دقیقه باشه. چی شد پیمان؟ چیه اتفاقای عجیب غریبی داره توی این محله میفته، باید با بابا صحبت کنم. الان کو عکسا کو گزارشا؟ همش مون تو خونه دیگه. آقا پیمان بیچاره نتونست برشون داره بیاره که یارو سر رسید یهو. خب نزدیک بود خودش هم بگیره. مامان شما که دیدین این دنبال بابا دوید، تعقیب میکنه بابا رو دیگه. معلومه است. مامان جان الان دیگه چه فایده‌ای داره؟ بابات رفت. خب مامان من نگرانه بابا، مگه وقتی یارو زبونم به خدا نکنه یه کاری بخواد بکنه. حرف بی خود نزن. دوره جون. دیگه. خدا به خیر کنه کیمیا. ماما من برم یه دقیقه پیش نرگس، میخواد بره خونه شون تنهاست، گفته منم باش برم.
برو زود برگرد، شب میخوایم بریم خونه منو چرا یادت نره. چشم، زود میام. شما مطمئنید؟ بله آقای منصوری، پیمان با چشم خودش دیده. عواقب این کار با خودتونه ها. سلام. سلام دختر. شما نگران نباش آقای منصوری. بفرمایید. بفرمایید. عرض نکردم. بله اون که همه وسایلش هست، این بر میگرده ها. نه برای چی برگرده؟ اون فهمیده لو رفته. بعدم مهم یه عکس ها و مدارکش بود که همه رو برداشت رفت. پس اون یخچال، تخت، تلویزیون، لباس ها. آقای من اگه فهمیده باشه لو رفته دیگه به خاطر این وسایل جونشو به خطر نمیندازه. اجارشی چیکار کرده؟ اجارش همه رو پیشا پیش داده. کیمیا رو دوست داره، ولی در مورد مسئله که بهش اعتقاد دارم خیلی سفت باش وای میسم. شما تعصب رو مسئله مردم ندارین؟ شما خیلی منو تحت تاثیر قرار میدین. این روزا داره اتفاقاتی میفته که باور کردنش واسه همه سخته. کی فکر میکرد اوضاع به اینجا بکشه؟ من که فکر نمیکردم. کارخونه مال چه؟ خیلی خوب بارش اجازه بده با کارخونه هر کاری دوست داره بکنه، خرابش بکنه، آتیشش بزنه، اما کیمیا رو از تو سرت بیرون کن. خوشبختانه در این مورد تو تصمیم نمیگیری. ببین شما کجایی؟ زود برمیگردم یه کاری که باید تمومش کنم. من این درخواست روشن دارم، اینقدر قضیه پیچیده‌ای نیست. آرش جان این کار رسم و رسوماتی داره. کلشن خواستگاری کیمیا. خواستگاری از من؟ واقعا خنده دارم. خیلی